سکوت امباپه پاریسی ها را نگران کرد، نه با یک بازی در لیگ قهرمانان اروپا. سلام به کانال همگام با ورزش، خوش آمدید. مهاجم جوان پاریس سن ژرمن هنوز به پیشنهاد باشگاه برای تمدید قرارداد پاسخ نداده است. تیم های حاضر در لیگ قهرمانان و لیگ اروپا حاضر نیستند در مراحل ازوی تک بازی انجام دهند. با نقل از لیتن اسپورت، کیلیان امباپه بهترین و آماده ترین بازیکن حال حاضر فوتبال جهان است و در پاریس سن ژرمن بازی می کند. این بازیکن جوان تا سال 2022 با پاریس سن ژرمن قرارداد دارد و علاقه باشگاه رئال مادرید و البته خود او به این تیم باعث شده است تا خبرها درباره احتمال جدایی او در تابستان به گوش برسد. پاریس سن ژرمن سخت در تلاش است تا قرارداد این بازیکن را تمدید کند و مانع از جدایی این بازیکن شود، اما سایت لیتن اسپورت اعلام کرد که این بازیکن جوان هنوز پاسخ به تمدید قرارداد نداده است و همین باعث نگرانی پاریسی ها شده است. در این گزارش آمده است هم امباپه و هم مدیر برنامه های او ترجیح می دهند در این شرایط که لیگ هم به خاطر دشمن مشترک تعطیل شده است پاسخ به پیشنهاد ندهند و روی اهداف دیگر تمرکز کنند. پیش از این هم روزنامه اکیپ نوشت که پاریس سن ژرمن برای حفظ کردن امباپه حاضر است که بالاترین دستمزد در تاریخ فوتبال جهان را به این بازیکن بدهد، اما ظاهرا خود او دوست دارد که راهی ریال مادرید شود و هواداران هم پیش از این در نظرسنجی او را بهترین گزینه برای جایگزین کریستیانو رونالدو دانستند. با نقل از موندو دیپورتیو، باشگاه های بزرگ اروپایی که در لیگ قهرمانان و لیگ اروپا حضور دارند موضعشان در رابطه با ادامه برگزاری مرحله حذفی این رقابت ها کاملا مشخص است. از یک طرف می خواهند به هر نحوه که شده بازی های این فصل به پایان برسد، حتی اگر تا سپتامبر طول بکشد. نباید فراموش کرد که یوفا ابتدا فاینال لیگ قهرمانان اروپا را تا 27 ژون به تعویق انداخت، اما دوشنبه شب در یک بیانیه اعلام کرد که با توجه به فراگیری دشمن مشترک در اروپا دیدارهای نهایی این بازی ها و لیگ اروپا دوباره به تعویق می افتد. این بار تاریخ اعلام نکرد. باشگاه ها همچنین میخواهند مرحله حذفی مانند سابق برگزار شود و در دو دیدار رفت و برگشت انجام شود. به همین خاطر یوفا دیگر نمیتواند برای تک بازی در مرحله حذفی برنامه ریزی کند یا نیمه نهایی و فاینال را در کشور ترکیه با انجام 3 بازی برگزار کند. تیم های بزرگ اروپایی در جلسه ای که جمعه گذشته برگزار شد اعلام کردند بازی های کم برای انجام باقی مانده است. تنها 4 دیدار از 1/8 نهایی، 8 دیدار از 1/4 نهایی، 4 بازی از نیمه نهایی و فاینال استانبول باقی مانده است. به همین خاطر نیاز به زمان آزاد زیاد ندارند. همچنین باشگاه ها می خواهند 2 هفته پیش فصل داشته باشند پس از این که دشمن مشترک اجازه دهد همه چیز به روال عادی برگردد. تشکر از همراهیتان، تا گزارش بعدی سبز و شاد بمانید. الان نگهدار.